لطفا نه دیگه صد درصد سؤاله دست تو بذار تو دستم من دلم ماری رو میخواد من دلم ماری رو میخواد ماری من رو نمیخواد ماری من رو نمیخواد زن باید خوشگل باشه زن باید خوشگل باشه بقیه ندارم من همیشه این طوری تمام شوهر مهین تاش آه تو کمی چاق تو کمی چاق آه فکر میگی تو پر کارون چون تو چطوری؟ اجازه بدی؟ نفس نفس داری میزنی دو پشت بیارش پایین تر که این جلو صورت تو نگیره نه فشاری نیست دیگه خب اون بر من تیزش میکنی اینطوری؟ عالی شد پایین میدادم دیگه برعکس میچرخوندیش بعدش سفتش میکردی سفت الان میخوام سفتش کنم

هله هله مشکل می چه سلامتی همه چی آرومه بدی نیست چیکار می‌کنید این هفته این هفته که گذشت چیکار کردین به غیر از که داشتیم صحبت می‌کردیم بسکت دیدم زیاد بیناله کی الان طرفدار کی من لیکرز یه بچه لیکرز اصلا بچگی شما طرفدار لیکرز بودی من لباس لیکرز داشتم از بچگی عجیبه تو چی؟ تو که از اون ورزشی نیستی؟ نه من مارپله تو خونه بودم این هفته بیشترشو خب و چون کرونا بدتر شده و خیلی بد کمتر به بیرون بریم و وارزانی کم با بیشتر بازی کم داره بازیم خوب میشه حالا یه دی ریشیو هست میخوای توضیح بدی چیه؟ کیو دث ریشیو یعنی وقتی مثلا میرین توی بازی چند بار میمیرین چند بار چند نفر رو میکشین هرچین عدد بالاتر باشه بازی شما خفن تره. خب من بگم پیش رفتم اصلا این اصلا رفت خب مهم نیست من خود س... من یه سی و پنج بود نه بابا با. سی و پنج هم. خیلی بده خب من گوش بده بقیه استطور میگم الان شده چلو چهار خب مومن یه چلو چهار بعد واسه هم سوال دیگه مثلا خب تو بازیت بهتر منه کم داشتم میگشتم تو اون بالا تو استاتو اینا میگشتم رسیدم به اونجا که هر کی چقدر بازی کرده حالا دوستایی که خدا با. هستن بازی میکنن اینا من دیدم مجبور من فکر کنم سه روز بازی کردم خب ما من میخوای نگو دیگه و بعد تو فرمولایی که اصولا کارو میگه اینا گذاشتم دیدم خب باید بازیت خوب باشه من سه روز برای بازی کردم من بازیم خوب باید باشه؟ آره تو باید نسبت به تمرینی که داشتی باید بازی میزان ساعت و روزی که بازی کردی باید بازی نه من بهتر باشه حالا بهتر از این باید باشه دلیلش, دلیلش میدونید چیه, می چیه که دلیلش حضور شما هاست که ما رو مرغ بیندازم و بالاترین ریشیو که هست چنده؟ بی نهایت شیش و خورده یه فکر نه نه شیشه. نه یه رفتم تاپو دیدم بعضی ها دیگه به اونا مثلا نه اونا بیست و پنج نه نه اونا حک میکنن کسایی که معروفن و اینا فکر کنم شیشه شیش عالیه یعنی شیش بر بر یه بار میمیری من چهل و چهارم چهل و چهار ده همم اگه تو یه بار بازی کنی یکی رو بکشی بیای بیرون چی میشه؟ بی نهایت میشه. خب میگیری اون ده... تاثیرشو میذاره نه, نه 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 منظورش اینه که هیچ وقت نمورد صفر مخرج نه بیای بیرون از بازی و... نه دیگه بازی نکنی نکنی کویت میکنی دیگه کویت میکنی دث محسوب میشه من اینکه بازی رو تموم کنی اه کویت دت محسوب, آه محسوب آه. میشه فهم. آه، پس اون موقعی که میخواستیم به من بگیم بروین رو بگیرم میگفتین برم چیز کنم بیام بیرون ملتی پلیئر و چیز متفاوت ها البته آتو پلیئر بازی میکردی مولتی پلیئر کیدیش با وارزون فرق میکنه اوکی آره. آره تخصصی شده بحثتون رفت شما آره نه بودیم ما داشتیم لذت می‌بردیم ولی بگیم بقی... دیگه بقیم تو چند روز بازی کردی سی و خورده یه آره. سی روز آره. ما سه روز ایمان سی روز آره. ولی خب چندین چند وقت از سه ماه گذشته یعنی تو یه ماهشو داشتی بازی میکنی. ما از قبل کرونا بازی نه بابا میکرد. او من از یه سال الان اومده این بازی خیلی زید. تو یک ماه تو بازی اه. که. بعد ببین تو یه سال گذشته تو یک سومش هم خواب بودی اینو در نظر بگیر دیگه ریز داران. نشو نه من چیزه مشکل ندارم باش میدونی اگه اینو سرمایه گذاری کرد تو یکی از مهارت داد الان دارم سرمایه گذاری مهارت دیگه واقعا واقعا مهارت مهارتش هم اینه به خود من گفت گفت از من شخصا استفاده میکنه که من برم جلو نه یه بار یه گفتی نه گفتم که بهترین راهی که ما میتونیم چون من اگه برم جلو داون شم شما نمیتونیم بزنید طرف و شما حداقل برید حواظ شو پرت کنید زیدی من بزنمش ارس. ولی خیلی تیم میتا مهمه دیگه آه. چون که چیزی که حالا شاید خیلی تخصصی میشه و چیزی که آه. حساب نمیکنه کنه رو حساب نمیکنه چون تو اول باید دم کنی بعد بکشی خوشی. من تعداد داون از کیلام مثلا سه برابره آه. به خاطر اینکه دم کردم ولی بعد دوستان نرسیدن به داد ما چه خبر تو دیگه چیکارو که گفتی همش تو خونه بودی تو خونه بودم و وارزنکم من مستند چیزو دارم میبینم چالنجر رو دارم میبینم چی هست مال این فضا که میخواستن بفرستن هوا و دوز، یک یک دقیقه خورده ای بعدش منفجر شد و میگن که چیز... هوکس من خودشون منفجر کردن و اینا دیدی در دی موردش مینیه مینی آره لیمیتد سیریز نه حالا لیمیتد سیریز نمیدونم یعنی چی دیگه یعنی همینه دیگه آره, میدونم ولی خب که سیریز دیگه همش دیگه حالا لیمیتد و مینی سیریز و اینا خیلی الان دیگه عجیب شده ولی با حاله حتما پیش حال حتما پیشنهاد میکنم ببینید آره، رو نتفلیکس دوده کالیفرنیا آره، اینو خواستم بگم بله ول نمیکنن ما رو آره، دیگه آمریکاست دیگه آمریکای جهان خور نگاه کن اصلا دیگه دیگه جا دیده نمیشه بعد جونم براتون میگه که پریزیدنشال دیبیت آخ آخ آره اونو دیدم خیلی تو لایف دیدی؟ نه آخه تایمش بر ما بد بود نه من داشتیم میدیدیم بعد اون میتینگ رو من داشتیم آها برای ما کار داره ولی من شبش دوباره دیدم از اول خیلی خوش گذشت من چند روز پیش دیدم خیلی بابا صد رحمت به پرزیدنت دیبیتای ایران خیلی خوش ما, دیویت دیویت میکنه میکنه ما فکر می‌کردیم مثلا ما فکر تو ایران مثلا به هم دیگه تیکه سنگی میندازن این برگشت اون گفت کلاون گفت خفه, <تصفح> شو. شو. <تصفح> آه... خفه شو. نه واقعا با اینو با میگفت یعنی این دیگه لایق بود چقدر میم بعدش دارم من اصلا همونجا بلا فاصله بعد دیوید رفتم و فیلم تو همین همینجوری میم پشتم من راجوی خفه شو این یه چیزی یکی داشت میگفت خفه شو بعد خیلی دارن برای اون مادریتور سوخت اون بابایی که نشسته بود اون وسط توییت ترامپ بعدش دیدی نه. گفته بودن که ممکنه یه سری قوانین جدید بذارن که مثلا سری بعد نتونن وسط حرف هم دیگه بپرن و اینا بعد ترامپ خبره ری توییت کرد و بالاش نوشته بود بهتره که مثلا یه انکر جدید بیارید با یه کاندیدات اسمارت تر چون توی بحث شروع کرد به بایدن پریدن که تو اصلا باهوش نیستی آره. تو تو کلاس خودت آخر شدی اصلا خود چه حرفیه میزنی بلند یعنی من حس کردم واقعا مثلا احمد از این ب... یه مقدار بهتر بود با. تو رقابت هم تو رده مثلا پاپیولیست سطح پایین بی سواد من حس میکنم احمد نژاد از این یه ذره با. بهتر بود با. من میگم من مثلا همیشه ذهنیت هم بود که خب چقدر پرز شد دیبیت های ایران چقدر بده مثلا آه. تیکه میندازن به هم دیگه اصلا شیک نیست و اینا اینو که دیدم اصلا سجده میکنی تو ایران. که تو ایران بود پخش می‌شد دیبیت میشد او، اولی چون میگم اصلا اولی خیلی مهمه آره. این اتفاق خاصی اونقدر برای مثلا من این که خیلی سطح پایین بود آمریکایی‌ها گفته بودن امیدوار بودیم هیچ تو دنیا اینو ندیده باشه ما خجالتشون شده بود آره پرش. واقعا خیلی, خیلی بود. بود. خیلی بود. بود. وحشتناک بود. خیلی وحشتناک ولی هفته اون قراره بهتر باشه هفته اکتبر وایس پرزیدنت ها حدس من اینه که اون کامالا هاریس بهتره اون که بهتره قطعا از بایدن توی بحث کردن مایک پنس نمیدونم اون خیلی شلوبله مسکه نمیدونم نمیدونم ولی فنس. این که چیز دیگه این افتضاح بود افتضاه خیلی سرگرم کننده بود یعنی تو قشنگ انگار مثلا ریالیتی شو داشتی میدیدی اینو گذاشته بود از قبل تنظیم شدی که این به اون بپره اون وسط بخنده به اون خیلی عجیب خیلی میشخند بهش گفت من مطمئنم بهش گفتم چون چیز،, چیز هم گفت دیگه ترور نوام گفتش که به بایدن گفته بودن که ترامپ بعدش میاد یکی بهش بخنده اینم خیلی نیشخند میزنه یه <تص> وقتی تو ذهنش مثلا نیشخند که میزنی این کیه مثلا اینو گذاشت مثلا. من با کی دارم صحبت ب... این اه... ولی خیلی بد اگه ازش ببازه چند سال تو بد. قدرته 48 سال چقدر مثلا بایدن توی همچین کارهایی بود یه ذریع 47 بعد ترامپ دیدی مثلا تو محاوره معمولی تو اه... مثلا مقیاس اعداد و مثلا یه عدد رو به کار میبری با دو تا مقیاس مختلف این برگشت بهش گفت من توی 47 ماه اول ریاست جمهوریم از 48 سال از 48 سال 47 سال خدمت تو مثلا من بیشتر کار کردم مگه مهد کودک مگه بابای من قوی تره آره ما بهتر <شنما> میره <پانومیره>. ما بهترین اقتصاد داستان اون سیمه چی بود که بعدا دیده شده بود زیر لباس میگن اینا گوشی دارن دیگه جفتشون خب آخه کجا كجه؟ کجاش بود گوشی نمیدونم اصلا این بده یه جو توی گوشی میذارن تو گوشی ولی جفتشون ممکنه بعد تریور نام از خرشون کرد دیگه نه دیدی؟ نه 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 دوست داشتم ببینم این بحث اینکه گوشی دارن و اینا که شده بود یه کلیپ دل... درست کرده بود که مثلا دارن از پشت اتاق فرمان به اینا میگه چی میگن که اینا اون واکنشا رو نشون میدن از اونم مثلا یکی به بایده میگه الان بخند الان بخند اون خندید بعد از به... مثلا چاپ میگه الان بپر وای خدای خیر خیلی بود میخوای بزنی دکمه‌مون رو آره پایین دست چپ لطفا سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد امروز با ماست سلام جونم براتون میگه همین اول بگم که خودکست رو میتونید به صورت صوتی از تمام پادگیرها اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، باریفای دیگه خدایا کجا دیگه؟ <پس> <عزون> <ديو چیزید> <applause> پادبین پادبین چیزی که و هم هست یکی کامنت گوشه بود آقا اینجا اپیزودتون پخش میشه یه سال و نیمی داره پخش میشه و همچنین به صورت تصویری میتونید با چند دقیقه محتوای اضافه از یوتیوب تماشا بکنید اینو گفته بودم که هم اول بگیم هم آخر به خاطر که بعضی موقعی سوالای پیش میومد صحبتی که میخوام بکنم ترامپ کرونا گرفت خبر داغ هفته گذشته حالا اتفاقی که افتاد من توی یه توییت کرده بودم تویتر گفتم نمیدونم واقعا نسبت به این چه واکنشی نشون بدم نه به خوشحالم به خاطر اینکه برای در آدم دیگه بابای چند نفره مثلا اگه اتفاق برش بیفته خیلی زایه است از اون برم انقدر اینو رو مسخره کرد تو این دیبیت انقدر گفت چه میدونم میگفت چی میگفت چاینیز پلگ بهش چای آره بعد بایدن هم اسخره میکرد که ماسک میزنید آره. با هر بار اینو دیدیم 200 فیت اون ورتر وایساد ماسک انقدی ای میزد تو صورتش آره گفتم با اصلا صورتشو نمیتونستم آم... ببینم <تص> خیلی 74 سال زندگی کرد اینجوری حرف میزنه از جیبش مثل فرهاد یه ماسک در آورد یاد فرهاد آره خلاصه بعد سی ان ان بعدش میگم داشتن میگفتن که چیزه حالا امیدواریم که حال خودش و خانمش خوب بشه اینا ولی امیدواریم بعدش یه مثلا تجدید نظری بکنه آره تو شیوه برخورد با این بر. چون جدی نگرفت خیلی وقتی جدی نگرفت اصلا اوایل که میگفت نمه مثل نمه. فلوه بعد به صورت معجزه آسا توی اپریل میره هوا گرم شد آه. بعد گفت ماسک نزنید بعد. گفت لیچ تزریق بکنیم به خودتون آره دیگه همه چی گفت. تو دیबेट هم بحث شد آده آده آده. گفت نه اون شوخی بود اون شوخی بود بعد این یه چیز میخوای راجعه میخوایم بعد هم حرف بزنیم یا نه راجعه چی؟ همین... نه بگو ما. اگه چیزی هست بگو الان خب یه, یه سریام داغ شده میگن دروغه دروغه, دروغه. آه. واسه نمیدونم تو نظرتونه که دروغه نه نظرم نیست دروغه ولی حس کردم میتونه برنامه ساختگی باشه. ترامپ ای. همیشه ما رو سورپرایز کرده یعنی می میتونه مثلا دیدن عقب افتادن توی رای گیری و اینا ممکنه یه نمیدونم یه شوک مثلا به تیم دادن بعید نیست. ولی آدم حالا فعلا که چیزی که معلومه تازه میگن حالش هم وخیمه. حالا امروز ما خیلی می به سورفهای بعد افتاده. بعد افتاده. خلاصه ولی بردنش مثل که بیمارستان نظامی. آره بیمارستان مخصوص با هلیکوپتر ما اسم اینو نگم. ولی خب سمی بیماری بی نه دیگه بوق میذارم رو اسم خودم من اگه بوق گذاشتم بدونید که اسمش نو بیاریم اینطوری گفتن دوم این که یه دیگه که میخوام بگم من هفته پیش اومدم یه کلمه اخترا کردم در اپیزود بهرهنه ب... برهنه و اوریان و من گفتم بریان به نظر من خیلی منطقیه منظور اوریان بوده دیگه بله بله خالص خواستم در جایی من من هم منم تو کامنت دیدم متوجه شد منم خودم بلحث. نفهمیده بودم واقعیتش تو کامنت ها متوجه شدم نفهمیده که ندیده گوش... من بروشت من, بروشت من, من, من چون هفته بیش نبود, نبود. گوشم نداده آره. چون میدید که میخواد چون آها من اینو دیار رو بگم فرزاد این امروز مریض بود نتونست بیا کرونا نیست یه به سهما خورد نه یکم بهتر شده بود مریضی شده بود من بهش صبحی زنگ زدم گفتم نه یادتون آره خلاصه این هفته نداریمش احساس میکنم دوباره فرهاد میاد کامنت هایی که خودش دو هفته پیش خونده بوده دوباره میخونه چون فرزاد هفته پیشش کامنت هایی که تو میخونده بودی و خوند اونم گوش نداده بود آره تو هم الان بری کامنت فرزاده بخونی آره بعد چیز میشه چیزی دیگه ای که میخواستم بگم گفته بودن که چرا کارون شما به جملاتی که من میگم به قول معروف و به قول معروف نیست تو دیگه چرا ایراد نمیگیری آخه همیشه تو ذهنم کلیک میخوره که بگم یه چیزی بعد ولی نباید من بگم چون رشته کلام پاره میشه برای همین نمیخوام تمرکز تو با هم بزنم ولی 99 درصد مواقع که میگی به قول معروف اینو به قول که تو ایران دبیرستان رفتم میدونن کتاب زبان فارسی تاکید کرده بود به قول معروف وقتی بگی که وقتی که واقعا به قول معروف نه وقتی که مثلا جمله نداریم بگیم بیلر اه. باشه اینی این کجا گفته بودم؟ تو این یا دروت. یا تویتر نیست. بعد چیزی دیگه که میخواستم بگم یه تشکر بکنم برای حمایت عزیزان تعداد تعامل خیلی رفته بالا روجین خیلی راحت بود و خیلی خوشحال شده بود شنیده شدن دیده شدن اپیزود رفته بالا و این خیلی به ما کمک میکنه که بیشتر شنیده بشیم و اپیزود ها راحت تر پخش بشه دمتون گرم خیلی ممنون چیز دیگه ای داشتم بگم نه دیگه شما چیز نداشتیم بگیم چی به چی میخندی گفته از مجد آقایی کسی کنی بعد بری سر اصلا اصلا ما یه چند هفته ای است که داریم در مورد یه سری موضوعات صحبت میکنیم و یه اشاره ریزی حالا به این مسئله که میخوام بگم کردیم مثلا هفته پیش در مورد تلفن همراه و استفاده بیش از حد از اونو صحبت کردیم ولی خب اعتیاد که میخوام در صحبت بکنم فقط تلفن های همراه نیست مثلا میتونه به چیزهای دیگه مثل حالا دخانیات قهوه سیگار ورزش و چیزهای مختلف آدم میتونه به چی دارید میخندید <تصفح> به یه چیز دیگه هم هست برات میدونه نمیتونی <تصفح> ام... میشه به اینها اعتیاد داشت و اینا همه حالا به نوع خودش میتونه خیلی مخرب باشه اولش من بیام خیالتون راحت کنم که اعتیاد به هر چیزی ممکنه آدم میتونه به هر چیزی اعتیاد پیدا بکنه و اصلا حالا به نظر شخصی من انسان یه جوری تکامل پیدا کرده که عادت کنه به سری چیزا و خب که میخوایم حالا در موردش الان صحبت بکنیم میگن که اعتیاد یه اختلال اتیاد خوبی کردن اعتیاد همش باید دو تا اعتیاد هست <تصفح> یکی اینه یکی خوبی کردن یکی به کار این دوتا رو من خیلی, خیلی زیاد میشتم میگن, ات... میگن که اعتیاد یه اختلال بایو سایک سوشاله یا زیست روان شناختی کردم که به چند تا فاکتور برمیگرده یکی از این فاکتور ها خب یه ترکیبی از این چند تا فاکتوره اولی ژن شماست میتونید چیه؟ فاکتوری که مد نظر من مادن رو بگی ژن بود؟ نه, نه. میگی, آره. میگی جن جن نه, نه میگم <applause> که یکی حالا به حال ژن شماست که آیا یعنی بعضی ژنتیکی ریسپتیو تر تر هستند به اعتیاد راحتر ممکنه معتاد بشن و اینکه مثلا اینکه اگه توی خانوادهتون چند نسل قبل این اتفاق افتاده باشه شما درصد اینکه بخوای در واقع اعتیاد پیدا بکنی خیلی بیشتره اعتیاد به مواد مخدر الان داریم نه،, نه مهم نیست به چی به الکل مواد مخدر به یه سری کارها مثلا آه. <applause> آه یکی کامنت گذاشته بود این خ... زیر پوستی خمیازه کشیدن کار الان هی خمیازم <applause> میاریم روی این دوربینا تو راحت <اتفاق> بعد دومیش سیستم عصبی بدنه که چطور به اتفاقات عصبی و اجتماعی که حالا اتفاق میفته واکنش نشون میده یعنی چی مثلا حالا یه سری دید. اختلالا هستن مثل دیابت نوع دوم سرطان و حالا مشکلات قلبی که خب اعتیاد هم مثل همون میشه درمانش کرد اگر که اتفاق بیفته و میشه پیشگیری کرد ازش و اگر هم درمان نشه میتونه کل زندگی یه جورایی ما رو دنبال بکنه یه توضیح کوتاه در مورد ساختار مغز بدم و اعتیاد که کارون به صورت مفصل به این پرداخته زیاد واردش نمیشم توی اپیزودهای قبلی که در مورد رو صحبت کرده میگن با اینکه چیکار کردی با اینکه حالا مدلی که آدمها ممکنه معتاد بشن و معتاد چی بشن میتونه متفاوت باشه ولی بین تمام این رفتارها و مواد مخدر یه چیزی مشترکه و اونم افزایش ترشوی چیزی نیست به جز دوپامین آره همونطور که میلیون ها بار گفتیم دوپامین یه مولکول مولکول مل... دوپامین نمیدونم چرا مولکولی که کارش بردن و آوردن پیام ها در قسمت پاداش ذهنه که وجودش خیلی مهمه هم به دلیل اینکه حالا به ما یه جورایی لذت میده باعث حالا در واقع موقعی که یه کاری انجام میدیم باعث لذت توی بدن میشه و به بقای ما کمک میکنه کارهایی مثل که به کاری که به بقای ما کمک میکنه رو هم لذت بخش میکنه چی مثلا مثل غذا خوردن آدم لذت میبره مثل تولید مثل آدم لذت میبره بعد هر وقت چی شده میشه یه،, یه, چیز خیلی نارب بی بگم ببون. اینجا یه دونه انکبوت لونه کرده به همین الان یه دونه زنبور افتاد تو این لونه و انکبوت چنان پدری از این زنبور داشت <تصفح> این انکبوت یه ماهی است اینجاست <تصفح> <تصفح> اولین بالا بود اینجا بالای شیشه بود و نصف پش پشه های ها دیدم آره نصف پشه های ها اینجا رویشون تولید مثل میگفتی که لذت بخش بله بله <g afraid> <laughs> میگه هر وقت که ما کار لذت بخش انجام میدیم یا از مواد حالا الان منظور مواد مخدر استفاده میکنیم دقیقا همون سیستم پاداشی رو فعال میکنه اه... که حالا کارهای لذت بخش فعال میکنن و اینکه مواد مخدر میگن که خیلی بهینه تر این کار رو انجام میده نسبت به کارهای سالمی که ممکنه دوپامین ترشو بکنن و حالا کارایی که بهش اعتیاد دارین حالا فقط فقط مواد مخدر نیست میشه مثلا یه کاری که بهش اعتیاد دارین مثل گیمینگ هم همین اتفاق برای شما میفته میگن که مواد مختلف روش مختلف سیستم پاداشی رو تحت تاثیر قرار میدن مثلا ماریجوانا و کوکائین که گفته شده بود من هروئینی شدم ببخشید هروئین ماریجوانا و هروئین که گفته بودن من هروئینی شدم به خاطر اینکه لاغر شده بودم میگفتن هروئین مصرف میکنه <applause> تو اینستاگرام گفته بودن آره میگن که ساختار شیمیایی مشابه دارن و <applause> به یه نوروترانسمیتر که باعث تولید دوپامین میشه در واقع ساختار شیمیایی مشابهی دارن به یه نوروترانسمیتر که باعث تولید دوپامین میشه ولی مثلا کوکائین و امفتامین که ت... میگن بچه‌هاش امفت... می مستو مستو ام میگن مس مس ام یکیه امفتامین میگن مس مس بریکینگ بد دیگه آره اوکی امو به مالی میگن حالا یه جوری حالا یه دو... جوری ما اینجا هممون نگاه اره. آره امفتامین که ترشح دوپامین رو روی نورون ها طولانی تر میکنه اون یکی فرقش بود هروئین و مثلا نو نورترانسمیتر میگه دوپامین ترشح کن اون یکی میاد چیکار میکنه میگه که روی نورون ها تاثیر میذاره و میگه که اون ترشوه دوپامینه رو بیشتر طولانی ترش بکن که اثری که میذاره روی نورون ها میکنه تو آره. میاره بالا و هرچه سریع حالا میگن که چجوری یه مواد چیزتر میشه خیلی اعتیادش بیشتر میشه اعتیاد زاتر میشه میگن که هرچه سریع وارد مغز بشه و هر چی تأثیری که روی نورون ها میذاره بالاتر باشه درصد اعتیادش میره بالاتر برای همین گفتی مواد خیلی بهین است توی این کار آره که مثلا مثلا داشتم برای فراد میگفتم که در چی میخوام صحبت بکنم اینا بهم گفتش که چرا میگن هروئین مصرف نکنین برای همینه چون تو هم هروئین تزریق میکنی یعنی خیلی سریع وارد خونت میشه و انقدر اثرش بالاست که خیلی اثری که روی مغز میذاره خیلی زیاده برای همین این دبل فکتر داره واسه همین میگن که اگر که مصرف کنید کن. دیگه میگیرد چون مشکل اینه که مغزت عادت میکنه به اون حجم از دوپامین دیگه کارهای معمولی تو زندگیت به دوپامینه مثلا غذا خوردن و مثلا رابطه جنسی اینا هیچ کدوم دوپامینش چون حجمش در اون اندازه نیست و همش مغزت اون رو میطلبه که من برم اون کارو انجام بدم آره حالا میگم دقیقا چه اتفاقی میفته منم مصرف ندارم هروئین اگر م. که بخواید بدونید مصرف من صفره یکم از دوستان شنوندهمون بشنویم و بخونیم که تکست رو یادم اپیزود بعدی آه، اپیزود بعدی اه، یکی از دوستان یکی هم از دوستان شنونده و بشنویم و بخونیم که اونا چه فکر میکنند در مورد که پرسیدم پرسیده بودم که آیا شما شخصیت معتاد شونده دارین و اگر دارید چجوری باش مقابله میکنید و اگرم ندارید تو اطرافیان دیدید کسی این شخصیت رو داشته باشه یا نه غزل گفته بودش که از هابی تریکر استفاده میکنه برای ترک اعتیاد هایی که حالا براش به وجود میاد اعتیاد آخرش هم به کافئینه که داره سعی میکنه خودش از اون دور بکنه روزی چهار تا پنج لیوان قهوه میخوره از تو خودت هم یه دوران بیشتر از این اینه 8 تا 9 تا من می‌خوردم حالا امیر نوشته بود که اتیاب به تلفن همراه که خیلی در صحبت کردیم هفته پیش امیر میگه که بدون تلفن همراهش بره بیرون خیلی احساس ترس و حالا استراب و اینا داره سه رومینا گفته بودش که اعتیاد به قهوه و چایی که اصلا هم دوستان رو باش مقابله کنه داره خیلی ازش لذت میبره یلا گفته بود اعتیاد به خرید لباس که اینم الان فکر کنم زیاد میبینیم آنلاین شاپینگ الان آره. ریترن هم آره. راحت میتونیم بکنیم <laughs> یه اکانتی به نام بونگاه ماشین گفته بودن اعتیاد به کار بعد هستی نوشته بودش که اعتیاد به خواب و نقاشی داره بعد یه دوست تویتری که اسمش رو سخت بود نوشته بودن که هر چیزی که باش حال بکنن سه بار انجامش بدن بهش معتاد میشن خیلی سری مثلا اعتیاد پیدا میکنن به چیزهای مختلف محسا هم گفته بود اعتیاد الانم رو با اعتیاد بعدم خاموش میکنم و این سیکل ادامه داره این حرف من سگار روشن <تصفح> خیلی به شرایط زندگی من شبیه این <تصفح> حرفی <تصفح> که ایشون زد خیلی این تو خوب, از خوب میذارن اینو بعدی و بلند دقیقاً, دقیقا من شخصا که احتمالا حالا دوستایی که اینجا نشستن میدونن اینو شخصیت خیلی معتاد شونده ای دارم خیلی روحه این طرف شخصیتیه معتاد شونده آره ریسپتیوی به اتیا خیلی سریتر اتفاق میفته گفتم حالا فاکتورهای مختلفی وجود داره که توی سالهای گذشته شاید حالا بزی... که بعضیش هنوز ادامه داره اعتیاد به قلیون بود قهوه بود که گفتم روزی هفتش هشت تا نه تا شاید واقعا من لیوان قهوه میخوردم یعنی شب, شب, که میخوابیدم خوا... با مثلا شام قهوه میخوردم دیگه میخوردی که فقط خورده باشی آره آره, آره. نه, نه نه اصلا به اون قسمت نمیرسیدم مخصوصا خیلی اس... اتفاق افتاد دوران مدرسه آه. یعنی من دیگه تو هر کلاس که داشتم یه قهوه راحت میخوردم و اینکه خیلی بد بود یه مدت خرید اینترنتی بود که شاید هنوز ادامه داشته باشه گیمینگ که خب خرید و حال میکنی دیگه همه چی یعنی چی حال میکنی یعنی چیزهای جدید و آره. جدید آره آره جدید ولی خیلی نیش دخل... داره دیگه هر چیزی نیست مثلا لباس و اینا اصلا علاقه ای ندارم خرید کنم به زور لباس خرید لباس آره همون که تکنولوژی آره تکنولوژی دیگه معتادشم بعد مثلا گیمینگ که حالا صحبت کردیم در موردش اعتیاد به موبایل که امروزم حالا یه جورایی ادامه داره ولی حالا در مورد خودم اگه بخوام بگم عامل اصلی ترک تمام اعتیادایی که من تا داشتم یه جورایی ترس بوده یعنی مثلا سرطان ریه باعث شد که من چیز رو ترک بکنم قیلیون رو ترک بکنم شوندوس. یا مثلاً مشکلات سلامتی که وجود آورد باعث شد که قهوه رو ترک بکنم به جای رسته که میگم هشت و نه تا لیوان قهوه میخوردم در روز یا مثلا بچه ترک بودم مثلا خیلی بیشتر به گیمینگ اعتیاد عجیب داشتم روزی دوازده سیزده ساعت بازی میکردم بعد که بزرگتر شدم میبینم که اینطوری این نیست سه بازی کردیم نه نه اینکه که دروغه ولی شما چی شما چیزی دارید به اشتراک بذارید اصلا آیا اعتیادی تو زندگیتون داشتید نداشتید چجوری باش کنار میاید تو که اصلا هیچی فکر نکنم مشکل داشته باشی نه یعنی چرا من موبایل خب نه خب اونو بغیر از اون یعنی مثلا کاری مثلا خیلی انجام بدید خوبی کردن <laughs> <applause> نه من به قهوه اینو خوش وقت چیز ندارم من اصلا بعدا واکنش بد نشون میده به قهوه قهوه, قهوه نمیخورم شکلات هم که نمیخوری شکلات جوش میذارم از بچگی هر چیز خوشمزه که تو دنیا هست من بعدا واکنش بد بهش نشون میده آووکادو نمیتونم بخورم آجیل نمیخورم ولی تو خیلی چیزی خیلی خوبی روی استاب کردن و مثلا یه کار اگر که نخواهی کاری انجام بدی آره اون ولی الان این سال رو پرسیدی من داشتم فکر میکردم آبسشن uh, من بعضی وقتا دارم حالا مثلا به یه چیزی خیلی علاقه من میشی من از بچگی مثلا به سبک زندگی که چگوارا داشت و کوبا و اینا خیلی علاقه داشتم مم. و مثلا یه طور عجیبی همیشه هنوزم هم همیشه. بعد مثلا دو سال پیش که رفتم کوبا اصلا اون که داشتم میرفتم بعد میخوندم و این اصلا یه حس خیلی غریبی داشتم برای همین میگم مثلا کوبا وطن دوم بعدی مثلا آلمان مهندسی آلمانی مثلا یه احترام خیلی عجیبی برای ایدئولوژی ابسس میشی بیشتر نه, افکار نه حالا ایدئولوژی به اون چیز ولی به یه سری چیزای ابسس میشم و تو ذهنمه که بابا این دیگه آخرشه مثلا این خیلی خوبه و اینا خیلی علاقمند اه... علاقه مند میشم بهش هر چیزی که مثلا از آلمان میاد بیرون میپر ماشین نوشیدنی آره تو چی تو چیزی داشتی تو زندگی یا م... 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 تو هم خیلی زیاد... سفریکی نه زیاد سفریکی حالا مثل کارون نیستم ولی خیلی سطحی بوده و هست اعتیادام یعنی خیلی هم گذرا بود الان بگم به چی واقعا هم که خدا رو شکر پیدا کردم من بهشو من رو تخم گل آفتاب خیلی حساسم چی تخم گل آفتاب تو... تخم آفتاب گردون بلد. تخمه, تخمه. تخمه, تخمه گل آفتاب؟, ز... آفتاب تخمه, تخمه گل آفتاب, آفتاب؟ چجوری میگی تخمه, تخمه گل آفتاب میگیم. من میخواستم مثلا شما تخمه که با فوتبال ژاپنی نه نه تخم گل آفتاب گردون تخم گل آفتاب و خب ایران خوبش هست دیگه گل آفتاب گردونه اون چه طرز حرف سدنه تخم ژاپنی و با تخم سیاه بخواهی بگیش چه شوری تفاوتشو میگیر تخم گل آفتاب گردونه دیگه مثلا میگن تخم مثلا چیز سگ کرمگ یا تخم هندونه مثلا آفتاب گردون نگفتی گفتی تخمه گل آفتاب تخم آره مثل دو خب بگو بعد آره بعد این مدتی که اومده بودیم کانادا تخم تخمه خوب نخورده بود از نهی که پشت فرمون میشینی بعد یه دونه کیسه بذارید بگم بعد اینو یکی از یکی از دوستان خدا رو خدا خوبش کنه که میشنوه این پادکستم معرفی کرد به من تو همین شرط امیر سلام امیره؟ نه آنه اقو باید اسمش پسره چه؟ این اتیاد ها بره خواه اصلا معرفی کرد اسم کسی که اینو به معرفی کرد ما میشنستیم ما هم با کارون دیدیم سر مراسم ختمی بود دیدیمش خلاصه آره بعد خدا شکر ما رفتیم این تخمه پیدا کردیم و تخمه ما طلاقم دیگه جور شده و شبا میشینم عجیب میخورم و پریروز جوش س... نمیزنی نه تو که زبونت نمیره نه حالا ول کنه دیگه هیچ کدوم اینا نیست بعد پیروزه که گرفته بودم از جنسو ریختم تو جیبم الان در بکشم پوست تخمه هست بعد مثلا من ماشین تمیز اینا الان ماشین ببینید این رو تنبلی ببین پوست بریز زمین ایمان جارو کنه که این حقیقت این الان اتیاد ولی مثلا تو طول زندگی مثلا چیزی نبوده که نه مثلا اون دورانی که حالا قلیونو گفتی با هم خب خیلی میکشیدیم دیگه او اتیاد محسوب میشد دیگه آره مثلا اونطوری که تو میکشیدی شد من ازا جدا میشدم و تو اون جدایی تو بازم میکشیدی ولی اتیاد محسوب میشدی یعنی میدونی چیه بعضی موقع اینطوری که آدم از مثلا دوست داره خودخوری بکنه ولی واقعا مثلا طوری که اون کاری که مثلا فکر میکنی اعتیاد واقعا اعتیاد نیست داری جو میدی یعنی مثلا شاید دو بار قلیون کشیدی آره من معتاد شدم فلان اینا ولی ام ام اون عدد نمیگم ولی تو روز تعداد زیاد اگه خودت میخوای بگی نه هفت هشت کله بود دیگه سر ایمان می‌کشی؟ آر... ولی خب بعدش مثلا من راحت م... الان من خیلی وقت نکشیدم ولی اگه الان بحثش بشه خیلی دوست ب... دارم من چه من چیزایی که ازش نمیترسم و هر چقدر بخوام بذارم کنار نمیشه مثلا گیمینگ نمی و ازش نمیترسم او مثلا اون خیلی شدید روی زندگی من مستقیما اونطوری تاثیر نمیذاره اونطوری که مثلا قلیون داشت میذاشت چون یه ماهو اگه جای دیگه سرمایه آخر... آخر... گذاری میکردید خب اونم ایما میدونید نه خب جا... نمیدونی که سرمایه جایم... گذاری که من کردم بد بوده که جایم... نه این فکر کنم اصلا حرف دیگه داره بعد تو این گیمینگ شاید آخه لمسش نمی‌فهمه نمی فقط خود اون چرا <applause> لمسش نمی‌کنی شاید مثلا زهری که بهت میزنه رو ل... اگه همون میگم دیگه که اگر که که اگر لمسش میکردم شاید میترسیدم ازش و میذاشتمش کنار ولی زیرا که لمس نمیکنم خیلی دیرتر میتونم باشون کنار بیام مثلا واقعا قهوه تا موقعی که دیدم دیگه واقعا داره از حد خارج میشه و دکتر واقعا گفتن که بس کن اینطوری مثلا نمیفهمیدمش نمی ولی نمی خب مثلا قلیونر هم آدم, آدم نمیفهمید این میگم من ترس اون عامل اصلی که خیلی به من کمک میکنه سی چیزو بذارم که آره. چیزی از و, و مثلا عبادش. یه هم اتفاق میفته مثلا قلیونر دیگه گفتم تموم شد درسته؟ آره ترک مون کردیم شما دیگه نشین نمیشه صحبت بکنی فقط تو خواسته که کارون گفت جالب بود منم یه ابسشن بگم و بگو دیگه بریم بحثو تموم کنیم آره من ماشین جدید که میاد از هر کمپانی یه مدت خیلی خودم با اون ماشین تصور میکنم و کلا زیر رو روش میکنم یه مثلا هوندا رو... یه دونه مثلا ماشین بده هر ماشینی تصور میکنه تو تو مکلارن هر چی بیا سمند مثلا سورنت اومد یه مدت سمند که اوایل که اومده خیلی دوست در به خود رو باز است روز اولش بود با... با ماشینم خیلی چیز میکنم فکر میکنم شبو که میخوام بخوابم مثلا یه الان میگه وقت اینه که به ماشین فکر کنم قبل خوابم خوابم نه ماشین ماشین میرم پستار رو نگاه میکنم بلاگ میخونم اینا با ماشین خیلی. و ماشین جدید میاد خیلی بهش فکر حالا اینطوری بگم که اعتیاد چجوری کار میکنه همونطور که احتمالا میدونید هرچی بیشتر از یک مواد یا حالا یه کاری که اعتیاد رو انجام بدید مغز عادت میکنه و سعی میکنه که مقدار هورمون دوپامینی که داره ترشح میشه رو کنترل کنه که خب بیشتر از حد دوپامین ترشح نشه میاد چیکار میکنه میاد یا مقدار ترشح دوپامین رو کمتر میکنه در حالت عادی برای کاری که کارون گفت مثلا مثل غذا خوردن یا مثلا چه میدونم بیرون رفتن ورزش کردن و اینا میاد مقداری که دوپامینی که ترشح میکنه کمتر کمتر میشه برای اینکه زیاد دوپامین ترشح نکنید و میاد چیکار میکنه میاد گیرنده های عصبی رو هم از کار میندازه یه سری از گیرنده های عصبی که دوپامین رو در واقع ترشوش رو میفهمن اونم از از کار میندازه که شما از دو طرف در واقع فلج میشه اون مغز نه دوپامین معمولی رو ترشو میکنه نه اون قدی که میتونست قبلا لمس بکنه دو... دوپامین رو میتونه لمس بکنه برای همین آدم ها مجبور میکنه که دوباره از اون موادی از اون کار دوباره بر استفاده بکنه و اون کار رو ادامه بده در بعضی وقتا که که انجام نمیدی این کارا رو میکنه آره آره آه. یعنی میبینه که خب مثلا الان هروئین وارد من شد و من باید دوپامین ترشو بکنم میبینه که خب الان داره دوپامین زیاد ترشو میشه برای همین برای از غذا خوردنه دیگه من دوپامین ترشو نمیکنم چون هروینه که میاد کامل من ستیسفای میشه فهمید چی میگم میخوایید اگه چیزی از توضیح بدی نه نه نه, نه. بخواستن بخواستن درست بقیه بایدرش بایدرش هم متوجه نشده باشند باشن. من اگه بعد گفت نه الان خوب گفتی دیگه که آره. اون فرض کنیم مثلا روزانه چون یه بودجه مغز شما داره برای ترشح دوپامین اون بودجه رو یه جو ممکنه سر چیز مصرف کنی سر مصرف مواد آره حالا هر کاری که احتیاط آره بعد دیگه کارهای مفیدی که ممکنه انجام بدید و اون باید دوپامین ترشح کنه دیگه ترشح کنه غذا خوردن نمیدونم حالا ورزش رو گفتی اون هورمونای دیگه هم داخل رابطه جنسی شاید دیگه اون موقعات ترشح نمیکنه آره و بعضی وقت عادت ها... میکنه عادت میکنی به اون حجم آنی دوپامین آفای. و کارهای عادی دیگه بیخود میشه دقیقاً توی بعضی وقتا هم باید مصرف رو بالا ببری که به اون حال روز اولی که تالا خارجی بهش میگن هایه برسی آره که دیگه مثلا میبینی که اگر که مثلا چه میدونم شما واحد مصرف هروین چیه؟ <صلاً عاملاش> مثلا مثلا چه یه میلی گرم مثلا اون کوکاین مثلا یه خط اگه قبلا مصرف میکردیم و کارتون انجام میشد الان دیگه به خاطر اینکه اون مقدار دوپامینی که قبلا ترشح میشه و ریسپتیوا همینطوری داره از کار میفته دیگه با یه خط شما نمیتونید به اون حالت اولیه برسید باید اینو ببرید بالا یک کسی که قرص خواب میخورن میدونن مرتب باید بخورن هی hey, مجبورن دوزو ببرن بالا نه مدل قرص عوض کنن بعد توی صحبتمون با آروین اگه اشتباه نکنم راجع گیمینگ بود اونم بهش اشاره کرد اونایی که حالا شما ای که مثلا گیم اینا زیاد بازی میکنید گیم خب خیلی کار مهیجیه دیگه خیلی دوپامین زیادی ترشح میکنه باز حالا ممکنه کارهای معمولی مثلا یه درسی بخونی یا اینا دیگه بهت حال نده چون ذهن تو عادت کرده به اون حجم دوپامین آره همینطوری هم میره بالاتر گوشیامون هم همین جوریه دیگه برای همین هی ما دوست داریم بریم چکش کنیم چون اینکه نمیدونی چه نوتیفیکیشنی مثلا ممکنه روش باشه این خودش تو رو جذب میکنه من روز اخبار میدیدم خیلی مثلا هی منتظر بودم ببینم طرف چی میگه اونم دقیقاً همین حالته چون نمیدونی خبر بعدی که داره قرار ارائه بشه چیه <تص> نجیگرو ببخشی اون انتظار از خبر بعدی خودش دوپامین درشون شد, شد. خشدار شد آره فرزادوار انداختی ام... حالا یه چیزی که هست نمیدونم شما اینم یه جور داشتم میخونم اینم یه جور اعتیاد بهش نگاه میکرد اینکه که شما شده مثلا نشسته باشین تو خونه روزی یک شنبه کاراتونم انجام دادید بگردی دنبال یه کار یعنی اعتیاد داشته باشی به اینکه ذهنت مشغول باشه اون ذهنت استیمیولت بکنه و ریلکس نشی نه این نه آخه این روز فعالیت طبیعی مغز مغز ریل... ریلکس نمیشه این مغز همیشه دوست داره 100 درصد توانش رو استفاده کنه خب برای همین تو طراحیش میخواد فعال باشه تو برای هم... همین <تصفح> نه خب کسایی هم هستن که اینطوری نباشن دیگه کسایی که تنبلن یا تنبلا باز مغزشو با یه چیزی مشغول کرده داره فیلم میبینه داره با گوشیش کار یه یه کاری داری میکنی تو اگه ازش استفاده نکنی اون برای تو یه دغدغه میتراشه حالا داشتم داشتم پادکست نگاه میکردم یارو میگفتش که این نباید اینطوری باشه یعنی شما باید مثلا زمانی داشته باشین که مغزتون واقعا به هیچی فکر نکنید که بتونید راحت در خواب صحبت می‌کرد در مورد به جز اون حالت مگه میتونید تو به چیزی فکر کنید آره میگفتش که مثلا میگفتش که کاری که میتونید انجام بدین یک ساعت قبل از خواب مثلا گوشیتون رو همون کاری که فرهاد میگفت بکنید مثلا ازش استفاده نکنید میگفت هر چیزی که تعداد اینفورمیشنی که دارید میگیرید کمتر بکنید میگفت مثلا یک کتاب بخونید که فقط فوکس بشه روی یه یه چیز قبل از خوابتون تا اینکه مثلا 100 تا چیز رو با هم دیگه انجام بدید مثلا گفت فیلم میبینید گوشیت هم کنارته یه, یه نفر اونور داره پادکست گوش میده این مغز داره سعی میکنه اینفورمیشن ها همه جا بگیره و اینا رو پروسس, پروسس بکنه میگفت مثلا یک ساعت قبل از خواب گوشیتون رو بذارید کنار فیلم هم نبینید مثلا فقط ذهنتون رو به یک کار مشغول بکنید گفت مثلا فقط کتاب بخونید میچی میگم که ذهنت اونقدر فعال نباشه موقعی که میخواد این اتفاق آره بیرفته. اینو میفهمم یه ذره مثلا شنم این ماشین شما با دور تند میری آخرش هم مثلا یه ذره باید یواش بری این منظور اینه <تصح> گاز آخر است که قبل خاموش کردم میده <تصح> 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 این فکر هم نیست ولی در اصل تو نمیتونی به چیزی فکر نکنی یه دور تست کنید به جز حالت مدیتیشن نمیدونم من هیچ وقت موفق نشدم تا انتهاشو برم شاید بشه یه گوشه بشینی هیچ کاری نکنی ولی هیچ کاری نکنی ولی نمیتونی به چیزی فکر نکنی و اینا همون آن آنکانشسنسیه که گفتی راست میگه شاید, شاید واقعا تو نمیتونی تجربهش کنی آقا نمیتونی خیلی راحت میذاریم بشین اونجا امکان نداره یه هوی فکر سری خوابم میبره یعنی <تصفح> <تصفح> اگه تمام کارامو کرده باشم و کاری نداشته باشم راحت خوابم میبره دیشب این که تمام شد راحت خوابیدم خب او آره اون بحث شده است. ولی تو نمیتونی یه جا بشینی فکر نکنی نه ولی مثلا چیزی. تو طول هفته که هنوز اینو تمام نکردم یکی از دق دغدغه‌ام که مثلا اینو الان دیگه برای چی الان میخوای بخوابی مثلا یک تازه مثلا برو یه ذره دیگه بخون مثلا چیز بنویس حالا میگم اینم یه مدل اعتیاد بود که دار داشت در موردش توضیح میداد توی مطالبم نبود ولی گفتم شاید جالب باشه براتون بگم پس توضیح داریم که چی مغز که داره دوپامین زیاد ترشوم میشه و به صورت معمولی دیگه نمیتونه به اون حالت هایی برسه برای همین آدمو مجبور میکنه که بره از اون کاره دوباره استفاده بکنه از اون مواده دوباره استفاده بکنه و میگن که کس دلیل این که موقعی که از کارهای معمولی که دارین انجام میدین اگه دوپامینی که ترشوم میشه شما رو راضی نکنه و فقط حالا اون مواد باشه چی میشه میگه که خیلی حساس میشن نسبت به احساسات منفی و بیشتر روشون تاثیر میذاره مثلا احساساتی مثل استرس و استراب وقتی که دوپامینی که توی ذهنت هست خیلی پایین تر باشه اینا میتونه خیلی مخرب تر باشه موقعی آه. که دوپامین بیشتر داری میتونی با اینجور احساسات میتونی کنار بیای و میتونی در واقع اینا رو مهارشون بکنی و اتفاق دیگه ای که میفته این افراد رفت از کسایی که اعتیاد داشتن رفتن از مغزشون عکس برداری کردن و دیدن که فور چی بود فرانتال فورتکس لوب چی لوب نه نه این این آره فرانتال کورتکس همون جلوی مغزه که بیشتر کارش چیه بیشتر اینه یعنی که آدما ها تصمیمای منطقی بگیرن به منطق انسان بستگی داره میبینن که واقعا کسایی که اعتیاد زیاد دارن اونجا از, از کار میفته یعنی اونقدر دیگه نمیتونن منطقی تصمیم بگیرن و برای همین تمام ه... تصمیمی هم می <s expert> که میگیرن معمولا احساسیه و به خاطر همینی که برمیگردن به سمت اون حالا من سوال دارم اینا اینا همش به خاطر اون دوپامین است یا دلیل دیگه ای داره البته که طورا ما جوابشو نمیدونیم ولی که فقط دوپامین باشه مثلا اونی که جنسی زیادم داره یعنی yani همچین براش آره. یعنی حالا داشت توضیح میداد که میگفت مثلا کسایی که مهم نیست که به چی اعتیاد داری مثلا حالا برای من اگر که گیمینگه من اگر که قبلا با مثلا یه دون یه مثلا پنج تا بازی میکردم یه بار میبردم مثلا قلبم میزد می داشتم دیگه نمیتونستم دیگه بعدش بازی بکنم مثلا اینطوری که مثلا من توی روز پنج تا وینم بگیرم زیاد برای مهم نیست نه منظورم اینه که اگه به حجم زیادش عادت کرده باشی بعد از یه مدت تو نمیتونی تصمیم منطقی بگیری مثلا فرهات که به محبت کردن مهر ورزیدن عادت داره از اجابه بعد دیگه فرانتال کورتکسش میگفتش که آه. کسایی که اعتیاد پیدا میکنن فرانتال کورتکسشون تحت تاثیر قرار میگیره و تاثیر فیزیکی میذاره روشون فقط تاثیر حالا شیمیایی بدنشون نیست واقعا از, از لحاظ بدنی احساس حالا درد میکنن و اینا که حالا بهش میرسن من فکر کردم مثلا مواد مخدر چون حالا یه یه سری فعل و فالات شیمیایی هم تو بدن اتفاق میفته و تو مغز و اینا اون مثلا یه فاکتور خیلی مهم باشه تو تغییر دادن شکل مغز و تغییر دادن حالا اون فرمیشنی که توی مغز و اینا داره احتمال حالا در مورد این کامل چیزی ننو یعنی من حالا نخونم شاید در موردش ولی چیزی که میگفت میگفتش که همون اکثرش اتفاقی که میفته همون دوپامین است مثلا یزی مثل هروئین اون دوپامینی که ترشح میکنه تو مدت زمان کم خیلی زیاده برای همین تو مدت زمان کمتر شاید تو به اون بدبختی دو چهار بشی مغزت واقعا به صورت فیزیکی تغییر نشون بده ولی خب میگفتش که همین ترشح شدن دوپامینه و اینکه تو یه چیزی تو رو خوشحال میکنه که بقیه کارهای روزانه انجام نمیدن میتونه توی طولانی مدت تو رو مهم نیست که چی کار داری انجام میدی میتونه تاثیر بعد فیزیکی بذاره و حالا این هم داشتم میگفتم دوپامین یه نقش خیلی پررنگی داره توی حافظه و یادگیری که میگن اصلا حکاکی میکنه اون حس و حال رو توی مغز و وصلش میکنه به حالا اون کاری که داره انجام میشه مثلا چی؟ مثلا شما توی زمستون هوا دو نفره زمسون. چی؟ زمستون توی زمستون هوا دو نفره, دو نفره دو آره دیگه نمیدونی سیگار و عشق و عشقی و بارون و آره دیگه هوا دو نفر است بهار اه... 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 برای شما دو نفر است اه... که مثلا هوای بارونی دو نفره سیگار رو آتیش میکنی عشق و حال و اینا و خیلی مثلا حالت رو دوست داری میگه مغز شما هوای دو نفره رو با آتیش کردن سیگار لینک میکنه و هر وقت که هوا اونطوری بشه از تو میخواد که بری سیگار بکشی به خاطر اینکه دوپامین خیلی اصلا. به خیلی به یادگیری و حالا ب، به ثبت کردن ثبت کردن جویزه. آره دقیقا میتونه ای، اینو کامان. من یه مثال باحال حال یه دوستم که حالا تو ایران سیگار میکشیدن و اینا بعد اینجا اومدن حالا به صورت ویزیتوری زندگی یادمه که اولین کامنتی که دادن در مواجهه با هوای ونکوور این بود که چقدر هواش مثل هوای شماله سیگار میچسبه و خیلی دنبال این بودن که این هوا اینجا رو با هوای ایرانه و اون حال هوایی که مثلا سفر میرفتن و شمال همینطور سیگار و سیگار روشن کردن میگفتن دلیلشون آره اینو خیلی تلافی اون سیگار رو اینجا در آوردن و موقعی که داشتم می میخونم در بعضی از کیسا اینقدر میتونه این قوی بشه که شما سالها مثلا تو اون شرایط قرار نگرفتین سالها این بعدش که تو شرایط قرار میگیرید سری تریگر میکنه مثلا داشت برای کسایی که به الکل مثلا اعتیاد دارن میگفت میگفت طرف مثلا 6 7 سال الکل گذاشته کنار ولی تا میره توی یه باری که آشناس مثلا قبلا بوده آره. سری براش تریگر میکنه و برش میگرد ریستش میکنه به همون حالت برای همین فرضت داشت میگفتش که آدمای سیگاری خودشون رو از اون از اون جایی که میتونن سیگار بگیرن دور میکنن یکی از دلیلاش همینه تو مثلا اگه یه مغازه رو میبینی که همیشه ازش سیگار میگرفتی و اون دو پامین ترشون میشده بعدش تا اون مغازه رو ببینی یاد اون سیگار میفتی و مغزت تو به تو دستور میده که برین کار رو انجام بدی اه, آه، اون چیزی که داشتم گفتم پری فرانتال کورتکس بود آره دیما پریش نمیگفتیم ولی آره اون چیزی که داشتم گفتم برای اینجا بود بودم و حالا میگفتش که فقط چیزم نبود کسایی که برای پریفرانتال کورتکس میگفتش که نمونه بارزش الکل و کوکائین و مسکنه اوپیویده آره تریاکو مورفین دیگه حالا بگیم <تص> 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 نه نه داشت میگفتش که کسایی که مثلا یه دونه عمل انجام میدن بهشون آره اوپیوید آره. میدن مورفین و اینا میدن و طرف هلسه. میاد بیرون چیز میشه آره بعضیاشون به قول معروف که این به قول معروف نیست ولی اتیاد پیدا میکنن اینم بگم که نوشته بودش که عوامل ژنتیک زیادی وجود داره بر این برای اینکه برای اعتیاد ولی عامل اصلی که تونستن دارش پیدا بکنن سنه میگن هرچی جوانتر باشی راحتتر ممکنه که دوچار اعتیاد بشی یه تحقیق انجام شده بود سال 2014 که نشون داده بود اکثر 74 درصد کسایی که دو بازی 18 تا 30 سالگی رفتن برای کمک گرفتن برای اعتیاد شروع مصرف اونا 17 ساله یا جوان تر بوده خوب. این این یعنی همیگه خب یعنی یعنی که... بقیه چجوری نشون میده نشون میده که تمام اکثر... یعنی اکثر کسایی که اومده بودن از سن خیلی پایین تر شروع کرده بودن به مصرف و این دیگه هک شده بوده توی ذهنشون نتونستن تا مثلا بعدا توی زندگیشون اینو کمترش بکنن فهمیدم میگفتش که هرچی که جوانتر باشی وانربل تری و حساس تری این اصلاحیت ما اون سن رو گذارنده اگه تو الان معتاد نشدید یعنی دیگه نمیشید نه اینکه نمیشید ولی خیلی سخت در میشه آره ا... <تصفح> ما یه جوری گفت که امیدو نکشه توش آره, آره نه اگر که میخ... میگن چون هر کاری که بخوای انجام بدید و میتونید اگر زهنتون رو دقیقا حالا میخوام بدونم که اتفاقی که الان افتاده من توی مدتی که حالا تو کرونا هست آدم به گفتم دیگه آدم میشینه ای به خودش فکر میکنه این اسم رو هی حواسم نیست خودم خودم واسه زخم بکنم شما نیستی من ب... من زخم نه جا... من میگم که مارک بشه بعدا راحت بتونی ادیت کنی آره ا... توی مدت آدم گفتم آدم میشینه به کارهایی که کرده و نکرده فکر میکنه دیگه همش تنهاس نشسته تو خونه و اینا برای همین یه مدتی که من دارم حالا به این فکر میکنم که واقعا این کارهایی که الان داریم انجام میدیم چقدرش واقعا اعتیاد چقدرش نیست یعنی چقدرش این آمار ارقامی که تو گفتی من خودم مثلا دو هفته پیش دیده بودمش آها یعنی آره متعلبی. و این آره نه مطالعه بودم و داشت اذیتم میکرد که این اتفاق افتاده که در مورد نمیدونم فکر کنم قبل از اپیزود گفتیم آره داشت داشت مقدار گیمی که من انجام دادم توی این مدت توی این بازی خاص تقریبا توی یک سال گذشته یک ماه شما کامل صرف کردم یک سال کمتره من مطمئنم این عدد کمتره نه دیگه ببین تو یک سال پیش به ما نگفتی کال آف دیوتی بریزید نه آخه وارزون تو خیلی توی... تو... تو مغز کرونا گل کرد و همه بگو دیگه این اسم رو بگید <laughs> چرا نمیتونید نه بگید. ام... مغز این بیماری گل کرد ببین این هفته بود. این هفته دو هفته دیگه نوش میاد دیگه هر سال یه دونه میدن خیلی تو از همون اولش روز ما... اول من داشت خیلی یعنی تو از دوازده ماه سال آره ما دیگه یک سومشو بگیریم شما خواب بودی بله خب میمونه چقدر هشت ماه ماهش ماهشو بیدار بودی از این هشت ماه تو دوباره چقدرش نصفش هم داری کار میکنی مثلا یا کمتر دیگه خب یعنی بر مثلا برای سه چهار ماه میمونه توی یک سوم اون زمان باقی مونده کار بازی کردی فقط آره سه هم دستشویی بود و اما. یه بخش دستشویی بود و حالا دیگه میخوام کل کارهایی که من تو طول روز میکنم و الان اینجا لیست نکنید شاید به جایی برسید که ثابت هم بگیرم یه 7 ساعت و 7 ساعت و 40 دقیقه داشته کار دیگه میکنم خوابات هم بگو خوابات میخوای بگی نه نه چرا اتوم... <تصفح> اشکال نداره که حالا داشتم دارید. به این فکر میکردم و بعد برا من همین این یه ذره اذیت کننده بود که خب این ترسی الان براش وجود نداره یعنی اتفاقی که میفته حالا شاید من الان نیبینمش و تا موقعی که اون ترسه توی بدن من وجود نیاد واقعیتش اینه که ن... نمیتونم چیزی بذارم کنار میخواستم اینم راهکارهای شما چی بوده تا الان اگر که مثلا فکر میکنید یه کاری داره اذیتتون میکنه تو فقط صفر که فقط بهش فکر نه با خودتون بعد برخورد کنیم من همیشه همین همی کارو کردم و جواب داده دیگه همیشه داری خود یعنی چقدر در در عمرت اتفاق افتادی همچین چیزی که چی بعد برخورد کنم هر روز هر لحظه هر روز که با یه تو دهن می خودش میزنه من <pulp starts> خیلی مثلا من اشتباه کنم با خودم اصلا من نیستم خب همون دی... چه جوری اینستاگرام و این چیزا رو اون سری گفتی تله ما مثلا یه روز گفتم دیگه این کارو نباید بکنم و نکردم مثلا حتی اشتباهی دستم به رفع باز شد با خودم مشکل پیدا میکنم از هفته پیش تا حالا نه از وقتی که تصمیمشو گرفتم آها اه نگفته بودی اه آره. فقط خودخوریه برای تو آره دیگه یعنی... نمیدونم چقدر جواب بده برای برا برا تو شده <applause> <applause> تو چی من یکم خودخوریه یکم به خاطر اینکه خب ها در من به خودخوری عادت میکنم نه خوب خودخوری نمیکنم تحقیر نه خود تحقیر کن اوه یه کار ساده تو دیگه نمیتونی بذاری کنار به این همه ادعا اینجوری قوی آخه من ادعایی هم ندارم تو زندگی ادعا میشینی پشت میکروفون این کارو بکنید اون کار بگو اینجوری قشنگ مشتی بگو تو داشتی میگفتی آره. بگو انتظار دارم بهترین کیفیت ها تو زندگیم باشه خودم یه کار ساده رو نمیتونم انجام بدم اینجوری حالا اینو بنویس از این... نه دوسته تا وایس پخش چیز کن رکورد کن بر ما بزن آره. من دای... <تصحق> <صحق> آره. که بلند میشم تو تا فوشم به بده مثل ویز من هست <تصحق> من خب چون توی رابطه مشترکی هستیم و بر ازدواج و اینا چه طرز حرف سه رابطه مشترک چیه ازدواج متحلی اونو که دیگه رابطه مشترکی معنی دیگه ای میده یه چه معنی میده بعدا براتون توضیح الان بگی مزدوج آره چون توی رابطه هستیم و با یک نفر دیگه شبانه روز زندگی می‌کنیم اینا هر هر از چنگای مثلا هم با یک نفر دیگه من تو رابطه بودم اینو من نمیدونستم مثلا همون بحث قلیونه یا حالا حتی گیمینگ وقتی که زیادتر میشه خودت با خودت یه حس مسئولیت یه حس مثلا بدی داری که داری خواه نخواه رو کیفیت زندگی طرف مقابلت هم تاثیر میذاری ازش مثلا... که این با مسئولیت های دیگه جایگزین کن خودت تو مسئولیت برو ازدواج آره. کن از آه. 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 من فس مامانم اون روز زنگ زده داشتم باهاش سوال اینا بعد گفتم که آره مشکل خوابه همیشه پیش میاد مثلا پرسن آره مثلا چطوره و بهتر شده فلان و اینا با گفتم نه اونا گفت باز زن بگیری. باز زنگ بگیری دیگه. باز بگیری دیگه یعنی درست میگن چون میرید شما اون کسی که دوست داری دیگه در آغوش بگیری راحت تر میخوابید. حالا من اونا نمیدونم. نه موضوعش اینه که ممکنه میتونه که تنهایی که این اتفاق میفته. زندگیت استراکچر نداره تو تنهایی دوست داری. آره گفتن که مثلا اگر که زن بگیرید یه نمیتونی اینقدر بشینی پای اون دستگاه کوفتی. دیگه. تو اون موقع بابای خرید کنی خونه رو تمیز کنی پوشک بخری خونه خدا کلی تا قبل اینکه شما بیاین همیشه تمیزه بعد که شما میای پر <تصالح> شده آره اصلا کثافت پر شده اینجا ولی این من حس کنترل میکنه آره من حالا دو تا راحت نمیشید که مجبورید یه عامل زور بیرونی نه واسه من زور نیست واقعا تو با عشق و علاقه و محبت عاشق مهر ورزیدنه من حالا یه چیز دیگه ای که هست که شاید جالب باشه اینه که من موقعی که خودخوریه رو که میتونم انجام بدم موقعی که میرم در میخونم و میدونم که یه مشکلی دارم برای همین من با اینکه خودم قبول بکنم این مشکلی دارم خیلی راحتم سریع مثلا یه انگ به خودم میچسبونم انگری که میچسبونم میرم در موردش میخونم بعد شروع میکنم عوضش کردن واسه قلیون همین بود دیگه داره رفت تا اسکوامیش میرفت تا اون بر آره اصلا میرفت عکس از ریه میگره یاد میاد آره چون بودم کاملی آره. <applause> این طوریه مثلا نه نه که مثلا آدم میره دمش که حالا خدا رو می حالا جالبش اینه فکر کنم دمش قبلا اپیزودام رفتیم اینکه یه بیماری داری میری گوگل میکنی بعد سرطان همون دیگه یعنی من میخواستم دمش سرطان کمر داشتم هر چی سرچ میکنی آقا اگه میشه تو همه چی به سرعتان همون دیگه بعد موقعی که مثلا میخوای بری در موردش بخونی میگم در موردش بخونم ولی اینطوری نیست که صد درصد اطلاعات درست به دستت بیاد دیگه اولین چیزی که دستت میاد یا سرطان یا داری میمیری یا اتفاق خیلی بدیه استرس، استرس. اتفاقی که داره میفته آره حالا من به خاطر همین دوست هم در موردش یه اپیزود دارم که اعتیاد وجود داره ما به هر چیزی میتونیم معتاد بشیم توی فرنگ ما بیشتر به مواد مخدر میگن اعتیاد به خاطر که خب خیلی زیاد متاسفانه استفاده می تو ایران و اینا مورد فرهادش نمیگه اتیاد. ولی چی؟ مورد فرهاد که نمیگه اعتیاد چی بود مورد فرهاد ولی خب یکی ازت بپرسه به چی اعتیاد من به مهر ورزیدن به راستگویی عاشق محبتم حرفو <violence> ولی گفتم که در موردش یه صحبتی بکنیم اطلاعاتی که حالا من تو این یه دو هفته ای هست دارم در موردش میخونم اینا رو بذارم وسط وقت برای خودم جالب بود که دوپامین اینجا نقش داره اصلش اینجای دیگه اعتیاد و یادگیری و آخه از چند جهت داره این ما رو کردن. اینا نظام سرمایه داری دوپامین رو به وجود آوردن که شما رو تحت آره. کنترل داشته باشن چی میخواستی بگی؟ گفتم این بحث خیلی خوب میشه حالا در آینده یکی داشته باشیم باش حرف بزنیم هرچند میتونه سخت باشه برای اون شخص که اعتیاد رو تجربه کرده باشه ترک کرده باشه یا حالا در هر کجا راهش باشه یادت میاد یه دوستی بود میگفتش که من دارم ترک میکنم دارم خودکس گوش میدم و اینا توی کمپم خیلی قدیم خیلی ده. قدیم بود آه. مثلا شاید یه سال و نیمه سال. پیش بود خ... یادم اوایل شروع کرده بود. بود آره خلاصه در... یه دوستی بود من آه... یاد اونم کردم حالا شاید خیلی وقت ازش آه... باش صحبتی نکردیم یا مسیجی نده آه. ولی که اون مسیر رو طی کردن بالا پایینیاش همین هایه همین که اون خماریه و اون خماری هم ما تا ای حدی کردیم دیگه قیلیون آخه این واقعا نه بابا فرق نه داره نه بابا این شیمان. مال بچه‌هاست خیلی اون چیزی بابا... که این فراد داره میگه حرفه‌ایه میدونم فرق نمیکنه اعتیاد اعتیاد دیاله تا حرفه‌ای حجم دوپامینی که اون میده آره میدونم بستگی به بدنم داره بعضی هستن که یارو واقعا قلیونو که میکشید حالا بس چیز نشه ولی من به خود قلیونه معتاد نبودم و هم به جوش معتاد بودم موشرت دورش آخ آخ تو آخ. که این کار نبودی اصلا در مورد شما بودم چرا میشست وقت کنارمون نه بود. نمیتونی خب من دیگه جوی شدم اون موقع که شما واقعا میکشید اصلا من نبودم یا بودا؟ بودی خب یاد نیست فیفا نه. میزدیم خونه ایما آره. اون موقع رو میگی همیشه آره. مال قبل تره یه جوری تعریف میکنی نه نه شما بودی چی رو مخ منه کلا قضیه اعتیاد این کلا تمام کاری که ما تو زندگی انجام میدیم خیلی هاشون رو خودمون که انتخاب نمیکنیم مجبوری این همیشه رو مخ منه از چیزای بیسیک براتون مثال بزنم شما مثلا خوابیدن خب تو مجبوری بخوابی یعنی تو مثلا 8 ساعت تر نخوابی بدن تو رو مجبور میکنه که بری بخوابی خیلی مهمه خواب. غذا خوردن رابطه جنسی اونو مجبوری همه رو مجبوری اینا رو مخ منه که چرا مثلا یه شرایطی دیزاین شده که من نمیتونم کنترلش کنم خیلی عذر میخوام خیلی. اونایی که حالا نیازه اونا نیازه فیزیولوژیک سایبورگ بشه دادشون می مثلا باحال نمیشد خب تو مثلا من میخوام 18 ماه آینده رو بیدار باشم بعدش میخوام مثلا 4 ماه بخوابم بعد تو این بازه اصلا آب نمیخوام اینجوری بهتر نبود دست خودت باشه الان تو مجبوری میدونی یه قاعده یه توی بازی افتادی بشنم. که قاعدهش خودت تعیین نکردی اون اگه همه دست خودشون بود که مکافات میشه داستان میشه <applause> آره بعد حالا اونا که نیازهای فیزیولوژیکی کارش هم نمیتونی بکنی ولی خب این مدل چیزا رو چون آدم میتونه تو دستش بگیره حالا هر کی به یه ابزاری دیگه من با ابزار خودخوری تحقیر کنید خودتون توهین کنید بذارید کنار ورزش من ورزش هم وقتی نکنم فوش میدم خودتو ورزش آره کارونه یه برنامه چیده باشم باید انجامش بدم مصدوم هم باشم نه دیگه. می... فوتبال نمی دیگه فوتبال نمیای دیگه فوتبال نمیای دیگه راست نمیتونستم یعنی تو مگه فوتبال میری میخوایم بریم دیگه آه. کرونا دو... اینا اوکی تو فوتبال زمین باز زمین بگید دیگه اینو همین جور این اسم رو بگید چه جوری زمین نمیتونه بازه نمیتونه رو باز بگو اه... okay, ببینم چی داری برامون خب من یه توضیح بدم به شنوندگان, شنوندگان عزیز این این قسمت از برنامه که جالب هفته بود چون فرزاد نیومد و یه هوی شد واسه چند تا چیز فرستاد یه هوی چی شد یه هوی نیومدنش 100 درصد گفتن شد گفتن نسبتا شد یه هوی نسبتاً شد نسبتاً یه شد منظورم یه هوی شد دیگه آه. چون عقب گفته بود اینطوری لای, پ... لای چیز بود اپامات بود و اینا دو تا چیز دارم <تصفح> لگت میزنم <آم. تصفح> <تصفحك> بگو خب دو تا جالب <تصفحك> داری لا... در دو... پرده ای ها. از ابهام قرار داشت حاله از اپام. هاله... پرده ای از ابهام ولی به... حاله رو نمیگن اصلا حاله حاله از ابهاماته بیا بیا با درست بگو به اشتباهش کن خب یه خانومی یه خانومی گرفتن چون از شش تا بچه استفاده میکرده که برای این بچه ها ویروس رو گرفتن نه نگوش بده برن اه, اه... دستگیرش کردن دستگیر کردن که از 6 تا بچه کودک استفاده میکرده که این بچه ها برن پلاکارت های انتخاباتی ترامپ رو از تو حیات خونه های مردم این خانم خیلی از ترامپ بدش میمده و بچه های پولی میداده ها را... نه پولم نمیداده شکلات. اینا با زور استخدام مثل اینکه بچه کار ولی تو آمریکا تو آمریکا بود عجیبه که اینا چیکار کرده چرا نمیگی چیکار میکرد خیلی کوت خبر میگن کوتاه بود و کننده بقیه‌شو نخوندی نه همین اینقدر نمیشه نه یه خانومی شیش تا بچه رو میفرستاده که پلاکارده ترامپو بکنن خب مردم مثلا نبینن بهش راه نده خیلی هم موفق بودن دیگه بعد یه مدت دستگیر شدن پرنت خانواده اون بچه‌ها میفهمن که این بچه دارن یه سری کارهای عجیب غریب میکنن با یه خانم بزرگتر از خودشون میپرن نگفته بچه ها چند سالشون بوده؟ زیر 15 سال یعنی کاملا غیر قانونی بوده این برو برو خبر بعدی از انقدر کش نده یکی دیگه دنباله کچش کوتاه بود و یکی دیگه هم هست یه آقای 81 ساله 300 دومین ماراتون زندگیشو دویده و هیچ تصمیمی هم نداره که استاب بکنه و همین روند رو میخواد پیش بره این همی که تری فاکس رو دوید نه اون نیست اون که خودش تری فاکس بود نه 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 کی یعنی داره میاری سر سر کی بوده جا جا تری فاکس چیه <applause> نه یکی هم تری فاکس خب دا... کسی بود که دو... کجا دور کانادا رو دایی شده <applause> آره بعد هر سال <تصفيق> آره. <تصفيق> یه مراسم به یاد بوده. ایشون برگزار میشه <applause> من یه آقای خیلی سمبالایی رو دیدم که ایشون هر سال دویده بودن من فکرم این ام... میرا دیدن یه دونه چیز گذاشته بود یه <applause> گذاشته بود یه یکی از یه آقای ایرانی اسمش متاسفانه یادم نیست توی صد روز پشت سر هم صد تا ماراتون دویده بود آره خیلی این روزی یه هم دونه اینم همون اتیاد و دوپامین است دو دو دو. <applause> رانرز های بهش میگن دیگه ولی خیلی کار خفنیه اندورفین ترش کن خیلی کار خفنیه بعد هم استاپش کجاست تا کجا میخواد فکر کنم ر... فکر کنم دوباره رکورد رو نمیدونه آها دوباره رکورد, دنبار رکورد, دنبار رکورد, دنبار دن رکورد آه. دیگه افرادی که اینجوری میزنن چون این آقا رکورد گینس آره خلاصه اینایی که عجیب میدونن خیلی باحاله توی توییتر عاطفه گفته که توی اپیزود جدید خودکست کارون از حق انتخاب زیاد که منجر به نازار... نارضایتی میشه میگه خدایی راست میگه مثلا هر باری که میخوای بری دنبال یه کار اداری نمیدونی کارت ملی قبلی تو ببری یا رسید ثبت نام کارت ملی جدید و هر کدوم انتخاب میکنی تو محل به نارضایتی حاصل از انتخاب نکرده اون یکی میرسی خیلی قشنگ گفتن وحید اینا توییتریه. یعنی وحید هم گفته که خودکست یکی از قشنگترین اتفاقاتی که این روزها برام افتاده نه اون هشتگ خودکست یکی از قشنگترین اتفاقاتی که هشتگ نیست چرا از یکی بخون درست دارم یکی از قشنگترین اتفاقاتی که این روزها برام افتاده اینه که با دختری تازگی آشنا شدم که بسی العاده است, است اینا فهمیدم که خودکس گوش میده و کلی خوشحال شدیم از این تفاهم چنین جایگاهی پیدا کردید به ما گفتن آقا دمتون گرم که روزای خوبی داشته باشید با همدیگه و کنار هم بابا چی این آرزو خوش وقتی صحبت بکنی من میگم اپیزود رو ببندی من با تو یه صحبت بکنم دوباره بعدا برای اپیزود بعد ادامه بدیم بگو بقیه‌شو بگو نه نمیخواد بخونه دیگه باید با تقسیم کنیم اون میزانی آها برو باش خیلی خوب ما آره ما توی تمام فضای مجازی سون خودکسته توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخوایم با ما مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنگ شنبه با یه اپزوی جدیدی دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ